آلمان از جنوری 2021 تزریق واکسن کرونا را آغاز می کند. رئیس دفتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که او تصور نمی کند واکسن کرونا در سال جاری میلادی در آلمان قابل استفاده باشد. او گفت انتظار دارد تزریق واکسن از اوایل جنوری 2021 آغاز شود. هلگا براین رئیس دفتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شب یکشنبه 6 دسامبر در گفتگو با نشریه بیلد خاطرنشان کرد که تزریق واکسن از جنوری سال جدید آغاز خواهد شد. اظهارات این مقام آلمانی پس از آن بیان شد که ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان هم در گفتگو با رادیوی سراسری آلمان اعلام کرد که به احتمال زیاد در ابتدای جنوری نخستین گروه در معرض خطر و همچنین بخشی از کادر بهداشت و درمان این کشور می توانند واکسینه شوند. مارکو سودر رئیس دولت ایالتی بایرن هشدار داده از شرایط فعلی قابل قبول نیست و تمدید محدودیت ها دست کم تا 10 جنوری باید ادامه داشته باشد. سودر گفته است که در هر 4 دقیقه یک نفر در آلمان به اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می دهد. طبق آخرین آمار دانشگاه جانز هاپکینز 1,194,550 نفر در آلمان تا کنون به کووید 19 مبتلا شدند و 19,000 نفر نیز جان خود را از دست دادند. قرار است نهادهای مسئول اتحادیه اروپا درباره مجوز واکسن شرکت داروسازی بایونتک و کانسرن فایزر تا 29 دسامبر سال جاری تصمیم بگیرند. پیرامون مجوز مدرنا نیز تا 12 جنوری سال آینده تصمیم گیری خواهد شد. اما بریتانیا منتظر تصمیم نهادهای اتحادیه اروپا نماند. این کشور در تهیه و پخش واکسن پاندمی پیشتاز است. سه‌شنبه 8 دسامبر نخستین تزریق‌ها در این کشور آغاز خواهد شد. بریتانیا اولین کشور جهان است که به واکسن فرآورده مشترک شرکت آلمانی بایونتک و شرکت داروسازی آمریکایی فایزر پروانه توزیع و تزریق صادر کرده است. حکومت آلمان سهمیه استفاده نشده پذیرش مهاجران به سال 2021 انتقال می کند. وزارت داخله آلمان فدرال اعلام کرد که چند هزار مهاجری که قرار بود در سال روان پذیرفته شوند می توانند در سال 2021 به آلمان بیایند. مسافرت آنها به این کشور در پی همگیری کرونا به تأخیر افتاده بود. این مهاجران که به رسمیت شناخته شدند و نیاز بیشتری به کمک دارند از طریق برنامه های موسوم بر ری ستلمنت یا اسکان مجدد با آلمان می آیند و پذیرش آنها در اغلب موارد مستقیما از کشور مبدأ انجام می شود. جمهوری آلمان فدرال معمولا در هر سال اجازه می دهند که تا 5500 مهاجر از طریق برنامه های بشر دوستانه ای وارد این کشور شوند. با گفته وزارت داخله آلمان فدرال در سال روان به خاطر همگیری بیماری کرونا فقط 1178 تن از 5500 مهاجر توانستند از این طریق به کشور بیایند. وزارت داخله آلمان فدرال در سال روان به خاطر همگیری بیماری کرونا فقط 1178 تن از 5500 مهاجر توانستند از این طریق به این کشور بیایند. افزون بر این مهاجرانی که در چارچوب این سهمیه در سال گذشته باید با آلمان می آمدند به این تعداد اضافه می شوند. بین ماهای مارچ و آگوست این برنامه ها کاملا به تعلیق در آمده بودند. یک خانم سخنگو در وزارت داخله آلمان گفت از ماه جنوری سال 2021 قرار است که سفر این گروه از مهاجران به آلمان ادامه یابد و روند پذیرش مهاجران باید تا پایان سال 2021 ختم شود. معمولا کمیسارای عالی سازمان ملل برای پناهندگان UNHCR در چارچوب برنامه‌های ری‌ستلمنت مهاجران را در محل انتخاب می‌کنند و برای آنها دوسیه تشکیل می‌دهد. پس از آن اداره مهاجرت آلمان فدرال بامف و ادارات امنیتی با متقاضیان پناهندگی مصاحبه می‌کنند. اما با گفته UNHCR اجرای این پروسه با توجه به محدودیت‌های مسافرت در طول بحران کرونا در حال حاضر بسیار دشوار شده است. کرونا در آلمان، امکان تعطیلی فراگیر بین کریسمس و سال نو میلادی. در صورت که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان کاهش پیدا نکند، به گفته وزیر بهداشت محدودیت‌های بیشتری اعلام خواهد شد.
ممکن است دوباره مغازه ها نیز تعطیل شود. آمار کنونی بیش از 14,000 ابتلا در روز است. ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان تشدید محدودیت های کرونایی را ضروری دانسته است. این در صورتی است که در کوتاه مدت رقم ابتلا به ویروس سارس کودو کاهش پیدا نکند. به گفته اشپان روزهای آینده در این باره تعیین کننده هستند. وزیر بهداشت و صحت اقدامات ضربتی و فراگیر را برای ایجاد یک تغییر واقعی موفق تر دانسته است. او به شبکه تلویزیون فونکس گفته است اگر در یکی دو هفته آینده تا قبل از ایام کریسمس نتیجه دلخواه به دست نیاید، باید نخست وزیران ایالت‌ها دوباره در نشستی تازه تصمیمات جدید بگیرند. یشمان این امکان را که در دور جدید محدودیت‌ها مغازه نیز تعطیل شوند دور از انتظار ندانسته است. تا کنون و در دور دوم نیمه تعطیلی تنها رستوران‌ها، استخرها، مراکز تفریحی و ورزشی تعطیل هستند. وزیر بهداشت آلمان همه چیز را وابسته به چند روز آینده و پایین آمدن تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 دانسته است. امکان تعطیلی پس از کریسمس. روزنامه بیلد خبر داده که امکان دارد در فاصله بین کریسمس و سال نوی میلادی محدودیت‌های سخت‌تری اعمال شود. به گزارش این روزنامه پریتیراژ آلمانی، صحبت از 27 دسامبر تا 3 یا 10 جنوری است. در این فاصله تنها سوپرمارکت‌ها باز خواهند بود. در برخی ایالت‌ها مثل زاکسون در شرق آلمان احتمال دارد از دوشنبه آینده 14 دسامبر مغازه‌ها تعطیل شوند و تنها کسب و کارهای ضروری مثل فروشگاه‌های مواد غذایی باز بمانند. در آخرین نشست نخست وزیران ایالت‌های آلمان با صدر اعظم این کشور که اواخر ماه نوامبر برگزار شد، به این ایالت‌ها امکان داده شد که درباره سایر محدودیت‌ها و مقررات خودشان با توجه به آمار ابتلا تصمیم بگیرند. آمار روزانه بیش از 14,000 نفر. به گزارش مؤسسه رابرت کوخ، در 24 ساعت گذشته منتهی به روز سه‌شنبه 8 دسامبر تعداد 14,054 مورد جدید ابتلا به سارس کودو در سراسر آلمان گزارش شده است. این میزان 450 مورد بیشتر از آمار روز سه‌شنبه هفته گذشته است. آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کووید 19 نیز در همین بازه زمانی 423 نفر بوده و بدین ترتیب تعداد کل فوت شدگان به 19342 نفر رسیده است. نگرانی سیاستمداران آلمان از آن جهت است که پس از 5 هفته نیمه تعطیلی آمار ابتلا کاهش نداشته است. هدفی که دولت آلمان تعیین کرده رسیدن به رقم 50 مبتلا به ازای هر 100,000 نفر جمعیت در یک هفته است. در حال حاضر هیچ ایالتی در آلمان هنوز به این رقم دست پیدا نکرده است. امکان برگزاری نشست زودرس. تا کنون قرار بود نشست بعدی نخست وزیران ایالت‌ها با صدر اعظم آلمان روز 4 جنوری برگزار شود. در این میان اما از ضرورت یک نشست زود هنگام سخن رفته است. نخست وزیر ایالت براندنبورگ بر رادیوی آر بی بی گفته این نشست ممکن است همین پنجشنبه 10 دسامبر برگزار شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در نشست ویدیویی فراکسیون ائتلاف دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی تأکید کرده که با این مقرراتی که تاکنون اعمال شدن نمیتوان به هدف تعیین شده دست یافت و تعداد بالای مبتلایان با این محدودیت ها کم نخواهد شد. به گفته مرکل با این مقررات نمیتوان از زمستان عبور کرد. صدر اعظم گفته تصمیمات جدید باید پیش از کریسمس اتخاذ شوند. دولت های بایرن، زارلند و بادن ورتمبرگ موافق برگزاری نشست زود هنگام ایالت ها هستند، اما دولت های برلین، برمن، نیدرساکسون و ترینگن این اقدام را ضروری نمی دانند. کابینه تعداد زیادی از ایالت‌ها نیز امروز در این باره نشست برگزار می‌کنند. کارول لاترباخ، کارشناس سلامتی و بهداشت حزب سوسیال دموکرات، به ایالت‌ها و دولت آلمان هشدار داده که هر چه زودتر برای اعمال محدودیت‌های تازه تصمیم بگیرند. او به یک روزنامه آلمانی گفته است هر چه زودتر صدر اعظم با نخست وزیران ایالت‌ها برای تسلط جدی بر اوضاع تصمیم گیری کنند بهتر است. این پزشک و متخصص اقتصاد سلامت خواهان آن شده تا بعد از ایام کریسمس تعطیلی‌های سخت‌تر اجرایی شوند.